الان مخالفت داره، با روسیه هم مشکلات داره، تطبیق قانون وجود داشته باشه. فعلا چیزی که ما ناراحت است و نگران است برمیگرده به عمل کرد خودی چون ابزار دست خود داشته شکست یک جمهور رئیس داوودخان شخصا نکشته. بعضی از کارشناسا میان بحث دیگر مطرح میکنن، میگن بر علاوه ازی که آمریکا امروز در افغانستان در زمان حکومت طالبان. سلام بیننده های عزیز، به برنامه مهمان سیاسی خوش آمدید. این هفته در کنار من سید حسین انوری، والی پیشین هرات و نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان کشور می باشند. آقای انوری، به برنامه مهمان سیاسی خوش آمدید. تشکر شما هم که زمینه رو مساعد کردید. سپاسگزارم. جناب آقای انوری، اجازه بدین که نخستین پرسش رو در ارتباط به کارکرد شما با حکومت آغاز بکنم. آقای انوری دیروز موافق حکومت اما امروز مخالف سیاسی، چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت امر ما مخالف دولت نیستیم. ما شاید یک سلسله ملاحظات در روند کاری حکومت داشته باشیم و این به معنای نیست که ما در صدت براندازی نظام بوده باشیم. مخالف سیاسی منظورم؟ بله، در سطح سیاسی هم. در سطح سیاسی ما موقف بسیار واضح و روشن در رابطه با یک سلسله بی‌عدالتی های دولت داریم و در رابطه با یک سلسله عدم مدیریت سالم در رابطه با چگونگی رهبری حکومت داریم و عدم در نظر گرفتن جایگاه حقوقی اقشار مختلف جامعه را در رابطه با جانب حکومت داریم. در غیر او طبعا ما طرفدار استحکام سیستم هستیم، استحکام نظام در سطح کل برای بهبودی وضع کشور هستیم و برای که چطور بتانه مردم افغانستان صاحب امنیت بوده باشه، صاحب اقتصاد خوب بوده باشه و صاحب یک مناسبات اجتماعی داخلی خوب بوده باشه و در رابطه با جانب جامعه بین المللی هم یک موقف بسیار واضح و روشن و تعریف شده خود از جانب حکومت باشه. این بی‌عدالتی ها مجموعا در کدام حوزه ها هست؟ در عرصه های مختلف است. در قسمت جابجایی کادرها در اینجا وجود دارد، در قسمت دید اقتصادی اگر ما محاسبه کنیم ببینیم در بعضی ساحات داره به شکل گسترده در پروژه های انکشافی نقش خود میتونن بعضی ولایات و بعضی ساحات داشته باشن و بعضی ولایات از موقف متاسفانه محروم است و در مخصوصا در رابطه با چگونگی عدم توجه حکومت در قسمت برنامه های اقتصادی زیربنایی. ما اگر میخواییم یک حکومت یک جامعه پیشرفته و پویا داشته باشیم و بتانیم زمینه های اشتغال برای افراد جامعه خود فراهم بسازیم، بیشتر جانب دولت از این فرصت باید استفاده میکرد، جانب حکومت که تا میتونست بودجه های هنگفتی که جامعه بیمینید به این کشور سرازیر شد در پروژه های زیربنایی و اشتغال خلقون باید به مصرف میرسید که امروز متاسفانه میبینیم در جامعه ما روزافزون موضوع بیکاری در جامعه ما بیداد میکنه. حالا این زمینه های بیعدالتی از چه زمانی به این طرف شروع شده؟ متاسفانه این قضیه گرچه من شخصا خودم از این آیه به شدت ناراحت هستم که در یک جامعه که ادعای دموکراسی رو میکنن، ادعای شایسته سالاری رو میکنن، ادعای تخصص کادری رو میکنن، باز هم میان در بین برنامه های محاسبات اداری دولت بحث اقوام اکثریت و اقلیت در نظر میکنن. امروز که ما میبینیم در جامعه حکومت افغانستان بیشترین قضیه را آوردن اعتقاد دادن در رابطه با چهار قوم کلان افغانستان، اقوام دیگری که در افغانستان زندگی میکنن. کدام اقوام بیشتر منظور شما است؟ اقوام مختلف. او چهار قوم منظور ما است؟ پشتون، تاجیک، هزاره و همچنان ازبک امثال هم. اقوام دیگری که در افغانستان که ما آمدیم اولی که دید اسلامی محکوم است، هر کجایی که تحت عنوان اکثریت و اقلیت مطرح میشه از دید اسلام این محکومیت خود داره. چون در اسلام معیار ارزش هاست، معیار تقوا است، معیار خدمتگزاری خوبتر و بهترتر است و در بود موقف دموکراسی هم اگر در نظر بگیریم و قانون اساسی کشور در نظر بگیریم بسیار تعریف شده است در قانون اساسی کشور که تحصیلات خوب داشته باشن، تجربه خوب داشته باشن و تخصص داشته باشن و انسان های امین و صالح بوده باشه. ولی امروز که میبینیم متاسفانه اگر بعد در یک اداره دولتی اگر بره یک انسان بسیار با تجربه خوب از یک قوم ضعیف و به اصطلاح از راهگذر نفوذ جامعه اگر یک کمیت قلیل تشکیل بده،
اگر در اونجا یک پست بسیار اساسی بوده باشه، اگر او به اساس فرمولی که متاسفانه جامعه بین‌المللی که حکومتدارای افغانستان تنظیم کرده، اگر اون امور خالی میگذارن و حاضر نیستن با یک انسان شایسته که از اقوام دیگری که به اساس فرمول در او ترکیب تعیینات نیامده، او حق حضور نداره. با این حساب از ابتدای این حکومت ما شاهد این بی‌بندوباری و بی‌عدالتی هستیم. متاسفانه یک چیزی واقعی است که نمی‌تونیم جانب تا چند پیش حکومت ما نمیتونیم خود جانب حکومت هم نباید در قسمت انکار بکنه. به دلیل اینکه اگر ما بیاییم تناسب زیره به حضور اقوام مختلف در ادارات افغانستان در وزارتخانه ها اینا در نظر بگیریم، محاسبه کنیم، دیده میشه که چقدر بی‌عدالتی در اینجا وجود داره، با وجودی که انسان های شایسته و تحصیل کرده و کادری و تخصصی خوبم از او جامعه از او اقوام بوده باشه. خیلی خوب، شما اشاره کردین که از زمان ابتدای حکومت آقای کرزی وضعیت به این رقم البته رقم خورده و شما کسی بودین که تا چند سال پیش، میتونم بگم 3 سال پیش در تیم حکومت بودین. چرا شما 7 سال مکمل تحمل کردین و بالاخره شما هم عضو این سیستم هستین، نمیتونین در این بی‌عدالتی ها سهیم باشین؟ چرا ما از ابتدا حرفای خود گفتیم، جناب آقای کرزی میدونه، بارها که نشستیم صحبت های در زمینه، اگر 2 نفری بودیم، اگر چند تا انسان دیگر یا شخصیت های دیگری که دوربر جناب آقای کرزی بوده، هم ما همیش این موضوع را مطرح کردیم. و حتی اگر شما سخنرانی ما را متوجه بوده باشین، در هرات هم صحبت های، با وجودی که من کارمند دولت بودم و مستقیما در این قسمت یک سلسله حرکات منفی حکومت ما موقف داشتیم و حرف خود در اون زمان گفتیم، حالا هم میگم، فردا هم میگم، یک چیزی واقعی است که هیچ کسی منکر شده نمیتونه. حالا ببینم ما ببینیم در تناسب حضور اقوام در حکومت موجوده، اگر میایم این قضیه را بررسی میکنیم، میبینیم ما در جامعه تشیع افغانستان در اونجا در بن ما در حدود 20% بودیم. حالا اگر ما بیایم اینجا محاسبه کنیم، اول یک وزارت اینا حذف کردن از 5 وزارت، 4 تا وزارت، 4 تا وزارت هم به سبوتاژ های مختلفی که شما متوجه بوده باشین سال در دور گذشته پارلمانی آمدن چند مرتبه به شخصیت های کادری جامعه توهین شد، اینا رو با بازی گرفتن به اساس رقابت ها که متاسفانه عدم مدیریت سالم جناب آقای خلیلی و جناب آقای محقق در جامعه قضایا رو طوری بار آورده بود که باید یک پارچه اعضای پارلمان گذشته در برابر شخصیت های کادری جامعه معرفی موقف بگیرن و موقف منفی را شما دیدین که 2 دوره معرفی میشه، شخصیت های کادری مردم از پارلمان را اعتماد نمیگیرن. پس بنان در این راستا متاسفانه مشکلات زیاد وجود داره و در این قسمت یقینا بی‌عدالتی های زیادی، نه تنها در این قسمت، در قسمت تطبیق پروژه های انکشافی در جامعه مشکلات خود. مثلا یعنی شما موافق تنظیم و یا تقسیم قومی پست های حکومتی هستین تا ای که بر اساس تخصص و شایستگی این مسئله در نظر باشه؟ اصلا ما از دو دید، هم از دید اسلامی را محکوم میکنم و هم از دید دموکراسی و قانون اساسی کشور. در قانون در اسلام فقط ما پیشتر معیار شرایط یک انسانی که تصاحب یک پست اداری و سیاسی را در یک کشور، یک جامعه، یک دولت و حکومت داشته باشه تعریف شده است و در قانون اساسی کشور ما هم بسیار وضاحت داره که در اونجا معیار نه قوم اکثریت است نه اقلیت، انسان های شایسته، انسان های صالح، انسان های امین و انسان هایی که صاحب تخصص و توانمندی کار اما اشاره شما مشخصا روی یک قوم بود. نه، در مجموعه حرف بله بسیار، هیچ گاه ما قانون خود ساخته نمیتونیم که تحت عنوان حرکت های قومی ولی واقعیت های جامعه رو نایده گرفته نمیتونیم. ما این محکومیت همیش بینیش ما بینیش توحیدی است، هیچ گاه تندر نمیتون در رابطه با عناوین مذهبی و موضوعات قومی. اون چه که به صفت یک مسلمان در یک کشور میار است پیش ما، مسلمان بودن یک افغان است و افغان بودن یک انسان است که در این سرزمین زندگی میکنه، ولو اهل هنود باشه ولو اما شما به طور مشخص اشاره کردین که 20% در بن شما سهم داشتین و همچنان 4 وزارتخانه که او به 5 وزارتخانه تشکیل شد که مشخصا مربوط به قوم هزاره این اشاره بله. شما ببینید من او را به طور مثال یادآوری کردم، نه به معنایی که برای من معیار بوده باشه، بله بسیار عالی، معیار نیست ولی به طور نمونه ای را یاد کردم، مثل از شاید ده ها نمونه دیگری بوده باشه، اقوام دیگری بوده باشه، ولایات دیگری محروم بوده باشه که از قوم اکثریت بوده باشه ولی با وجود توجه صورت نگرفته. شما اشاره کوتاهی نسبت به این مسئله داشتین که آقای محقق و خلیلی کارشکنی هایی در این راستا کردن،
میشه اشاره بفرمایید که مشخصا چه کار شکنی؟ کار شکنی نگفتم. اگر شما متوجه بوده باشین ما گفتیم مدیریت درست در این قسمت ارائه داده نتونستن تا اعتماد اعضای پارلمان قبلی را جلب میکردن، چون وزرا از طرف این دو چهره سیاسی جامعه ازاره معرفی شده بود. متوجه شدید؟ پس مبنای قومی به خود گرفت. بله متاسفانه اونجا یک برخوردها استکاکات قومی را راند. خب بسیار عالی. حالا بحث در ارتباط به هرات شروع میکنیم با شما، چون شما مدت زیادی والی هرات بودین و مردم هرات خاطره های متفاوتی از شما دارن. به عنوان نخستین پرسش در ارتباط به هرات از شما میخوام بپرسم که کار برجسته شما برای هرات چه بود؟ در هرات اولین اقدام ما در رای وحدت و یک پارچگی جامعه هرات بود. تلاش های زیادی در راستا کردیم. مشکلاتی که بین وزیر صاحب آب برق اسماعیل خان و جناب مولوی صاحب خداداد بود و بعضی نزاکت های دیگری که در بین اقوام مختلف جنگ های قبلی صورت گرفته بود، جنگ هایی که منجر به قتل چندین چهره ها شده بود، ما توانستیم که در بنای کار اولی معمی بود که آشتی یک به اصطلاح روحی همگرایی در سطح کل جامعه هرات وجود داشته باشد. در گذشته هایش شما سراغ داشتین یک حزب حاکم در اونجا یک سلسله مشکلات را خلق کرده بود که در اونجا جمعیت اسلامی حاکم بود. چه مشکلات را خلق کرده بود؟ طبعا در اونجا یک ترجیحات حزبی و اینا بیشتر در اونجا حاکم بود نسبت به سایر گروه ها. کم میری های صورت گرفته بود، یک عده مردم ها در اونجا از حقوق حقی خود محروم بود. یعنی از جانب اسماعیل خان این مسئول واضح بود. ما در قدم اول تصمیم این بود که باید در هرات در بین اقوام مختلف یک پارچگی، همگرایی و همسویی و همبستگی ایجاد شود که الحمدلله در راستا زیاد تلاش کردیم. منجر به این شد که چند جلسه بین جناب مولوی صاحب خداداد و جناب امیر صاحب اسماعیل خان داشته باشیم، اما در نهایت متاسفانه موفق به این نشیم که دو تا چهره شاخص هرات میتونستن با هم کنار می آمدن. ولی در دیگه صفوف، در دیگه اقشار ما موفق بودیم الحمدلله در این قسمت. و در بخشای اداری هم تلاش داشتیم که ما یک موازنه معقولی که پسندیده برای همه مردمی هرات بده باشه، نه یک حزب، نه یک قوم، نه به اصطلاح یک بخش قدرتمند. باید همه کسایی که در هرات زندگی میکنه تحصیل کرده های خوبشان باید جایگاه خود در اداره دولت، در اداره ولایت هرات میداشتن. و در بخش مسائل های ساخت و ساز و موضوعاتی که چطور بتانیم به اصطلاح انکشافات خدماتی در رابطه با ولایت هرات سازمان داده شه، شاید در فرصت شما به خاطر داشته باشین که تنها شاراهای هرات اسفالت شده بود، ولی کوچه ها و پس کوچه ها در اون فرصت ما تانستیم با وجودی که بودیجه نبود. شما اگر موقف زمانی که من در اونجا رفتم والی شدم و زمانی که والی های قبلی در اونجا بودن، اگر شما مقایسه بکنین زمین و آسمان تفاوتی خواهد داشت. چرا؟ اونا بودیجه وافر در اختیار خود داشتن، مرزا در اختیارشان بود، امکاناتی که باید از گمرکات دو مرزی هرات گرفته میشد همه در هرات مشخصا منظور شما اسماعیل خان است. بله در هرات با مصرف میرسید. بله وقتی که ما رفتیم بودجه مرکزی شد، بودجه که مرکزی شد طبعا یک بودجه بسیار کمی در رابطه با هرات مطابق با پالیسی کلان حکومت، اما مجرای کمک های خارجی کاملا برای شما باز بود و حالتی بود که بیشترین کمک های خارجی دقیقاً در همون زمان به افغانستان نمی داشت. اونجا یک پی آر تی بود دیگه، کسی اونجا کمک نمی کرد. تنها پیارتی ایتالیا بود که خود اونم با او تناسبی که مردم هرات و وضعیت هرات ایجاب میکرد با اون اندازه اونا توانایی همکاری را نداشتن. اونا هم بودجه محدودی خود داشتن. بله اگر امریکایی در اونجا می بود یا کدام کشور قدرتمند اقتصادی دیگری مثل که در جلال آباد اونا رفتن، در قندهار رفتن کار کردن، اگر اونجا یک دولت به اصطلاح قدرتمند اقتصادی می بود، اونا شاید بیشتر میتونستن به هرات رسیدگی بکنن. اجازه بدیم همین بحث با شما بیشتر انکشاف بدیم. شما اشاره کردین که روی سه محور مشخص شما موفق بودین. یک مسئله وحدت ملی و ایجاد وحدت، و ما در پایان اشاره کردیم به این مسئله موفق نشدیم که بین اسماعیل خان و مولوی خداداد صلح ایجاد کنه، در واقع این نزاهایی که بین از اونها وجود داره اونها رو به فروکش کردن برسانیم. این مسئله رو خود شما رد کردین. موضوع دوم گفتین در ساختار حکومتی، در ساختار حکومتی شما توازن ایجاد کردین. روی از این مسئله با شما بحث میکنین و در مجموع روی پروژه های بازسازی هم شما اشارات داشتین و گفتین که کارهای صورت گرفته بود، اما در آخر نهایتا خود شما این مسئله را تأکید داشتین که چون بودجه کم بود ما نتونستیم کار خاصی بکنیم. بله درست است. حالا
بحث اول با شما پی میگیریم. مشخصا چی مشکلی بین اسماعیل خان و مولوی خداداد وجود داشت که شما نتونستین اونا رو به هم بنشانین؟ انگیزه که اون چه که ظاهر بود برای ما متاسفانه بر اساسی بود که جناب مولوی صاحب خداداد جانب حکمت مرکزی را داشت و اسماعیل خان خودش میخواست مطابق پالیسی های قبلی خود صلاحیت مستقلانه خود در اونجا داشته باشه. این در اونجا هیچ وظیفه‌ای نداشت در زمانی که شما در حکومت بودین و والی هرات بودین؟ نه، این انگیزه ها البته این مشکلات داخلی که بر اونا خلق شده بود در گذشته ها بود، ولی ما میخواستیم این ترمیم شود. ما میخواستیم زمینه را مساعد کردیم، دو جلسه بین زنا در خانه اسماعیل خان گرفتیم که مولوی صاحب خداداد هم در اونجا بودن. خب متاسفانه به اساس کشیدگیایی که در اونجا انگیزه های مختلفی خواهد داشت، یک قسمت از خاطراتی گذشته ای که اسماعیل خان اونجا حکمت داشت، مولوی صاحب خداداد هم در اونجا همکار نزدیکش بود، بعد در برابر این بیمهری هایی که صورت گرفت مولوی صاحب خداداد جانب حکمت مرکزی را در قسمت استحکام حاکمیت دولت مرکزی در ولایت هرات تلاش میکرد که به اساس همون حرکت ها شما جنگ های متاسفانه خونی شیندن به خاطر دارین که در اونجا انسان های زیادی متاسفانه انسان های بیگناه هم کشته شدن و از طرفین تلفات زیادی در اونجا بود. پس ما تلاش خود در این قسمت کردیم، این که در سطح این دو نفر نتانستیم، ولی در دیگه بین اقوام مختلفی که در ولسوالی های مختلف مشکلات بود ما تانستیم اونا رو حل بکنیم. اتفاقا اجازه بدین که در همین ارتباط بحث با شما ادامه بدیم. بحث بسیار جالبی وجود داره. بسیاری از مردم به این باورن که زمانی که شما ولی هرات بودین یک سلسله کشیدگی ها بین اقوام زیادتر شد. مثلا چند مثال خدمت عرض کنم. مثلا اتفاقی که در عاشورا اتفاق افتاد و همچنان بعضی از مسائل، مثلا توزیع بیش از حد تذکره برای مردم هزاره و همچنان آبادسازی بیش از حد شهرک جبرئیل، اینا را عواملی میدانستن و در واقع شما را متهم به این مردم میکنن که دامن زد به اختلافات قومی. شما در این دو سه مورد چی توضیح مشخص دارید؟ باید یادآوری کنیم بسیار واضح است که در حادثه عاشورا را به اولین فرصتی که تقریبا چند ماه از ماموریت ما در ولایت هرات نمیگذشت، متاسفانه این هم توسط اطرافیان آقای اسماعیل خان خلق شد. و ما با سند مشخصی در ارتباط دارین؟ سند مشخصی دارین؟ بسیار واضح بود که در اونجا نارنجک ها پرتاب میشه سر مردم از همه کوچه ای که در اینجا اسماعیل خان حکومت داشت و فامیلاش بود و طرف دیگه همه کوچه های کلانی که اینا چرا در همون زمان افشا نکردین این مسئله؟ افشا بسیار واضحی بود. شما دیدین مردمایی که روز شما نسبت دادن به یک سلسله اوباش و اراضی مثلا شما ببینید که در روز اوباش شما ببینید روزی که آقای اسماعیل خان در اونجا آمد همه مردم یک پارچه صدا کرد اسماعیل خان. انگیزه بسیار واضح بود و ما با مهارتی که با همکارای دیگری که با ما همکاری کردن ما تا نسیم قایله رو با زودترین فرصت خاموش بسازیم. در غیر شما میدین که چه حادثه کلانی نه تنها در اونجا بلکه در جاهای دیگری هم سرایت میکرد و ما با زودترین فرصت تا نسیم رو خاموش بسازیم. خود ما در اوج مشکلاتی که به اصطلاح کشیدگی های خونین در اونجا بود ما در درون اجتماع مردم حضور پیدا کردیم. هیچ یک کسی از مامورین دولت همچک موقع یادم از در مسجد جامع هرات آمدیم چی در مسجد جامع چی در جاده ای که حضور مردم جمع شده و تجمع کرده بودن، در هر کجایش ما خواستیم به موقع خدا برسانیم تا غایله ختم شه و در اونجا شاید شبکه های استخباراتی چه در داخل ولایت هرات بود چه در بخش های مختلف از زوایای مختلف اگر او را ما با کوتا زمان را حل نمی کردیم شما فاجعه کلان را در اونجا یک قسمت. قسمت دیگری در رابطه با تذکره من بسیار متاسف هستم که باز هم یک افغان به این تو یک دید سوال برش خلق میشه که چرا یک افغان در یک جای از سرزمین برای خود اشتغال خلق میکنه یا مسکن گزین میشه یا به اصطلاح برنامه تجارتی اقتصادی. قانون اساسی کشور به هر افغان حق داده که در هر گوشه کشور بره برای خود جای بگیره، ازدواج داشته باشه، تجارت داشته باشه، جدا از اینکه مربوط به کدام قوم است یا قضایی. مسئله سوم در قسمت زمین ها و جایدادها و این رسیدگی، شما ببینید کل کوچه ها پس کوچه های داخل شهر اسفالت شد، فقط یک جبرائیل
و طوری نمونه چند کیلومتر سرک در اونجا چه شد؟ سوال شد آیا همی کلی به اصطلاح باید دیگه محاسبات بیارن سر یک نقطه متمرکز بسازن؟ اصلا بحث این هست در ارتباط با جبرئیل و تذکره من دو مورد خدمت شما مشخص کنم. اولا اینکه مطابق قانون کسی میتونه از یک جای تذکره بگیره که از همو جای مثلا من از ولایت فراه اگر باشم مشخصا از فراه میتونم تذکره داشته باشم نه از هرات. و مورد دوم در ارتباط به شهرک جبرئیل بیشتر جمع شدن کتلوی هزاره ها یک سلسله حساسیت ها اونجا برانگیخت. مردم هزاره به شکل کتلوی در اونجا جمع شدن، حتی یک غیر هزاره شاید شما در جبرئیل نبینید. این مسئله باعث حساسیت ها شد. چرا شما نتونستید این حساسیت ها را مهار بکنید و در واقع در اونجا یک تجمع مختلطی از مردم هزاره، شیعه، سنی و اقوام مختلفی که در افغانستان زندگی میکنن در جبرئیل شما من فکر میکنم که در قسمت شاید تنها برادران هراتی و صحیح هرات میبینن. در همین کابل شما این کابل پایتخت است. شما ببین چند جغرافیای کابل با چند قم تقسیم شده. کار درست هستی مثلا؟ غیر عادلانه است، غیر منطقی است. باید اختلاط قومی در هر کجا باید رعایت شود. شما ببین حالا ساحات جنوب کابل میگن که برادران پشتون پکتیا و جنوبی اونا آمده جا بجا شده. همه شهرکای بزرگ به مترده. شرق کابل به مترده. شمال کابل ببین برادران تاجیکا در اونجا. غرب کابل ببین باز هم در اونجا تشیع و هزاره ها در اونجا هستن. دل مزار بیان ببینین محاسبه کنه. این نیست که تنها در هرات بوده باشه. یک مسئله دیگه هم در همین ارتباط وجود بلده. داره. این مسئله به تازگی در هرات اتفاق افتاد، یعنی پیشینه تاریخی وجود هزاره ها در هرات نداشت. ببین در زمان داوودخان اونجا حضوری خود داشتن، زمینه ها بر اینا توزیع شده بود، اینا ملکدار بودن، زمیندار بودن در خدمت غوریان و ساحات خود آب نقره، اینا ساحاتی بود که در زمان داوودخان به اینا توزیع شده. یعنی در مجموع یک مطلب دیگری تنهایی در زمان مم نشد. در زمان خود اسماعیل خان بیشترین زمین ها را مردم خریداری کرده بودند در اونجا. این شهرک هم در زمان اسماعیل خان هم در اونجا وجود داشت. معنی این نبود که حتما من رفته باشم مطابق پالیسی نشنستی آمده باشم قومی گرایی کرده باشم مردم هزاره را اونجا جا بجا کرده باشم در سطح کل. اونا اولی که این در پرنسپ یک سوال غیر اصولی است، غیر قانونی است، برویت قانونی اساسی کشور حالا هیچ فرق نمیکنه. کنه فرضاً من از پروان هستم، از پروان هستم که از کابل آمدیم برای خود دستگیره کار خرابی است. خب مطابق قانونی مسئله نیست، یعنی اگر شما حالا انتقاله ببینید بس انتقال جدا هست، یعنی گرفتن تذکره به طور مستقیم. من اجازه بدید یک نکته خدمت اشاره کنم پیش از اینکه با شما مصاحبه بگیرم. تحقیق زیادی در مورد مسئله کردم. یکی از افرادی که سمت ریاست توزیع تذکره را در هرات داشت در زمان شما، من با اونا تلفنی تماس گرفتم، دقیقا اونا این مسئله را یادآوری کردن که مطابق قانون یک فرد زمانی میتونه از هرات تذکره گرفته باشه که از هرات باشه و یا اینکه انتقالی بله. یعنی برای هزارها مسئله انتقال مطرح بود. بله کل شما میتونه اونا رو ببینن. بله بسیار خب، بحث با شما ادامه میدیم در ارتباط به مسائل متوازن، انکشاف متوازن و در واقع بازسازی که در هرات وجود داشت. همونطور که شما اشاره کردین کمک‌های داخلی و در واقع گمرک هرات به شدت کاهش یافت، اموالش و در واقع آنچه که شما به عنوان کسب درآمد از او یاد کردین، و همچنان بودجه خارجی هم کم وجود داشت. در شرایط حاضر که آقای داوود صبا والی هرات هستند، بسیاری به این باورند. این مسئله اجازه بدین که از قول مردم برای شما نقل قول بکنم که آقای صبا موفق شده که پروژه های بازسازی زیادی را متوجه بسازه و متمرکز بسازه که توسط خارجی ها آباد بشن. یعنی در زمان شما هم این ظرفیت وجود داشت. چرا فکر میکنین که در زمان شما نشد که از پروژه های بازسازی که کشورهای خارجی میشد که از اونا استفاده کرد و اما در زمان آقای صبا دقیقا این کار شده؟ من فکر میکنم شما اگر پروژه انکشافی که در زمان ما صورت گرفته باشه، ما سالیانه همه سال راپوری کار خود از طریق تلویزیون هرات برای مردم هرات را به اطلاعشان رساندیم. اگر شما با جمع‌بندی مجموعی پروژه هایی که در هرات صورت گرفته از ریاست انکشاف دهات و بخش اقتصادی اونجا معلومات کنیم، من فکر میکنم که با در نظر داشت همکاری هایی که در اونجا در اون فرصت جامعه بین المللی با ما داشته، اینی در فرصت زمانی خود این قابل توجه بوده. بله. قابل توجه بوده. ببینید او تو شما شاید ما حالا گفته نمیتونم موقف جناب آقای صبا و جناب آقای نورستانی بعد از ما در چه حد توانستن پروژه انکشافی را جذب کنن،
که چی معیارها را اونا تعقیب کرده تانستن جذب بکنن و مربوط به خودشان شاید همی که بیشتر اونا در غرب زندگی کرده بودن، غربیا بر اونا بیشتر باور کردن یا مسائل دیگری، او انگیزه ها را من نمیدانم، در جزئیات از اون موارد هم نمیشم، ولی چیزی که به ما به مربوط بود در اون زمان ما در همه حد توانسته بودیم توجه را جلب بکنیم. و از طرف دیگر شاید در سطح کلان پروژه ما فرضاً در مدت وزیر استراحت بودیم، خارجی‌ها در اونجا علاقه‌مندی پیدا نمی‌کرد، چون یک چهره جهادی بودیم، شاید نمی‌خواستن که ما بیشتر بتانیم برای مردم ارائه، یعنی تبعیض بین خارجی‌ها و کسایی که در داخل بودن وجود داره. یک چیزی واضحه که با مجاهدین توانمندی کار نداره، ولی ما با همه کاسه و کمبوتات که بود، چه در وزارت زراعت بود چه در ولایت هرات بود، توانسته او تو روز پروژه نبود که خودم حضور پیدا نکرده باشم در افتتاحش در هرات، ولی شاید بعد از ما این کار کمتر شده باشه، ما همیش در بین مردم بودیم و بدون صلاح در بین مردم می توانستم حضور پیدا بکنم، ولی شاید حالا طوری که میشنویم که دیوارای بتونی توری ولایت هرات و باغ و جایی که وارثه با زندگی میکنن در اونجا، ولی ما اونجا در اونجا بین مردم این حیث یک شهروند عادی در داخلش من یادم نمیاد که در همه افراد نظامی خود در جایی که ما با مردم نشست و برخاست میکردم اونا نهایت او چیزی ما را میرسن که اجتماعی بودنی که در رابطه با کارهای خدماتی حضور خود ولسوالی با ولسوالی ما تثبیت کردیم، در هر پروژه‌ای که ما در هر ولسوالی داشتیم خود ما رفتیم تعریف کردیم و افتتاح کردیم من. و شما اگر اون را انشاءالله که رفتین هرات از این دو تا ریاست بخواین کارنامه با مرد میشه با شما، همین بحث بعد از یک میان برنامه با شما پی میگیریم. بینندگان عزیز یک میان برنامه کوتاه داریم، مجدداً برمی‌گردیم. مجدداً به برنامه مهمان سیاسی خوش آمدید. همچنان در کنار من سید حسین انوری والی پیشین هرات و نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان کشور هستند. آقای انوری مجدداً خوش آمدید. سلامتی شما. بحث دیگه که در ارتباط به کارکرد شما در هرات وجود داره بحث امنیتی هست. دقیقاً در زمان شما غلام یحیای سیاوشانی به کوه بالا شد و او هم زمانی بود که از ریاست فواید عامه برکنار شد. و بسیاری این مسئله را به شما نسبت میدن که ناامنی ها در هرات در زمان شما اوج گرفت و در واقع چندین کتله و گروه مسلح در اطراف هرات مسلح شدن و یک سلسله بی‌بندوباری های را به وجود آوردن. حالا میخوام از زبان شما بشنوم که علت این همه بی‌بندوباری ها و ناامنی هایی که سرآغازش در واقع بود چه بود در هرات؟ در رابطه با ناامنی هایی که در ولایت هرات در زمان ما بود، من فکر میکنم کمتر از این زمان بود. در اون زمان ما ولسوالی به ولسوالی گشته میتونستیم، ولی امروز متاسفانه طوری که تا جایی که من معلومات دارم ولسوالی های هرات بسیار مشکلات خود داره و حتی نیروی اردوی ملی در بعضی ساحات رفته جا به جا شده در تامین امنیت. اما در قسمت اختطاف ها بله که در اونجا هم انگیزه های خاصی خود داشت. اولی که در سطح کل متاسفانه با کمال معذرت از ملت شریفی هرات، ما با وجودی که یک محبت خاص خود دارم، مردم فرهنگی خوبی ماست، مردمی که در تاریخ افغانستان جایگاه خاص خود از راهگذر فهم و بینش و درایت فکری و فرهنگی و امثال هم مردم هرات ما داره، ولی بعضی گروه های سیاسی خاص با انگیزه های عقده‌مندانه برای ولایت هرات تحملی را بسیار کم داشتن که یک فرد شیعه بره در اونجا والی بوده باشن. انگیزه هایی که در اونجا یک سلسله قضایا سازمان داده می شد پلان شده و سنجیده شده بود. خب والا نام نمی بریم، بس بسیار واضح بود که کی بیشتر برای نامبد ساختن ما کار می کرد. در قسمت اختطاف ها شما دیدین که در زمان ما چندین سرکرده اختطافچی ها کشته شد، دستگیر شد، بعضیشان کشته شد و به اون اندازه تلاش، گرچه با وجودی که ما از روند کاری مناسبات نیروهای امنیتی با اداری ولایات نه تنها در ولایت هرات، در سطح کل ولایت افغانستان یک خلیه بسیار جدی در بین مناسبات نیروهای امنیتی با نیروهای اداری هر ولایت وجود داره، که در اون زمان دوستان شخصی ما که جناب آقای سالنگی بود، جناب آقای بلاخان بود، با وجودی که موقفای رسمی داشتن که رعایت یک سلسله قضایا را میکردن،
ولی این بیشتر مربوط به نیروهای امنیتی بود. این وظیفه من بود که شخصا والی بتاره در مسائل تامین امنیت نقش اونچنانی رو بازی بکنه. ولی باز هم ما با عموم مناسبات سیمانی که فی ما بین بود تلاشای زیادی کردیم. یا جناب آقای شفیق که یک مدتی در اونجا آمدن در سه تا قماندان در زمان ما تکل و تبدیل شد. در اونجا انگیزه های مختلفی بود. اولی که در سطح سیاسی یک سلسله انگیزه ها متاسفانه در قدم پذیریش ما بود در اونجا که شما میدانید مردم نی بعد اقتصادی خاصی مقام ها مقابا و اختطاف ها هم پلان شده بود که بیشتر ارتباط های خود با گناهی داشتن. اما در رابطه با غلام یحیای سیاوشان واقعا مورد حق میدونم در امون فرصت هم در برابر آقای غلام یحیای سیاوشان کمیسیون دارالانشای دایاق ظلم کرد. ما در امون جا میگه گفتم و ما تا مدت زیاد از موقف غلام یحیای سیاوشان در اونجا دفاع کردم و او را عمدن اینا مجبور ساختن که انسان او انسان اقدامن شوه و یک فرد مجاهد پاکی بود. اینها کی هستن؟ ببین در اونجا ما چندین نامه از دارالانشای دایاق آمد. ما تصدیق کردم که صلاح خود تحویل داده. این انسان در اینجا با کدام اصلی دیگه در اختیار خود نداره. بر اساس حسن نیت شخصی ما بود که ما خواستم را دوباره ولسوار یک پوزیشن دولتی بتوم. موقف او را کمیسیون دارالانشای دولت مرکزی گرفت، حکومت مرکزی گرفت. ما طرفداری نبودم. یک انسان با وجودی که تحصیل نداشت ولی انسان قدرتمند استعداد کاری خوبی داشت. در ریاست فواید عامه اونجا بسیار جدی کار میکرد. غلام یحیا را در اون فرصت اینا اقدامن ساخت گرفت و مجبور شد که برای در فکر گروپ ساختن بوده باشه. غلام یحیا را ما در اون فرصت دوباره خواستم که برای یک پوزیشن دولتی تدارک ببینم. به صفت ولسوال در شندن دوام متاسفانه شندنیا قبولش نکرد. بعد ساستا علیش متاسفانه حرکت هایی را سازمان دادن که او انسان مجبور شد که برای خود یک گروپ نظامی جور کنه. وقتی که گروپ نظامی عناصر استفاده جو عناصر مثل که نمیفهم که به نام نامهای مختلفی و جب بعضی عناصر یا اختطاف چی را میگفتن قف میگفتن چی میگفتن چی میگفتن چند تا چهره هایی در اونجا بودن که رفتن باز دور برش گرفتن که متاسفانه باعث نامبدگی و انسان شد. او در حقیقت یعنی او بعضی حرکت ها را که ما در نهایت وقتی که ناراحت شدیم سر پسر سارانوال صاحب ابراهیم خان شدیم که پسر عزیز را بردن با حالت فجیع. حالا که او خودش کش اطرافیانش کش چی کرده؟ اما در حقیقت هم باعث به سنگر رفتن مجدد غلام یحیای سیاوشان حکومت مرکزی شد. بسیار عالی. شما اشاره کردین که حکومت مرکزی و البته کمیسیون دارالانشای دایاق دامن زد این مسئله رو و گفتن که اسلحه خود تحویل نکرد. اگر واقعا اسلحه خود تحویل کرده بود غلام یحیای، پس این همه اسلحه را زمانی که به کوه بالا شد از کجا آورد؟ بعداً پیدا کرد. در حدی که در اونجا بود قبل از ما تصدیقای مختلف خود داشتن، ریاست امنیت تصدیق داشت در موردش، کمیسیون قبلی که در اونجا کار میکرد با ارتباط دایاق از طریق از چیزی خود داشتن تصدیق خود داشت، از طریق قماندانی امنیت تصدیق خود داشت. همه و همه موقف های دولتی که باید تثبیت میکرد صلاحی که جمع شده بود او موقف خود داشت، از قول وردو از جایی که لازم بود او موقف خود در زمان داشت، اوراق خود داشت. پس ما به استناد اوراق چندین مرتبه ایرا رسمان ابلاغ کردیم به دارالانشای مرکزی، کمیته دارالانشای مرکزی، ولی متاسفانه باز هم مکتوبی بر طرفش آمد. باز هم تحلیل کردم، تقریبا چند ماه تحلیل کردم، ابو مکتوب با مشکل حفظ کردم، ولی دیدیم که جدی شده رفت، جدی شد، مجبور شدیم در نهایتش برش ابلاغ کنیم که تو دیگه رئیس نیست. چقدر نفوذ حلقات استخباراتی کشورهای منطقه به ویژه کشور همسایه غربی ما جمهوری اسلامی ایران در انگیزه دادن غلام یحیای به خاطر بالا شدن به کوه و مسلح شدن در مقابل دولت مؤثر بود در ایران؟ در این شک نیست که شورای منطقه چه پاکستان و ایران بگونی او بسیار واضح است که ایرانی ها در رابطه با حفظ تدابیر امنیتی مرزی خود حرف خود داشته باشند در مسائل متوجه امر در چون یک کشوری که در رقابت کلان با جانب ایران وجود داره آمریکایی‌ها فعلا در افغانستان فعالیت خود داره و حضوری نظامی خود داره. طبعا شاید بی‌تفاوت نباشند و اینکه چگونه از چه رای
اما تا حالا یک شواهدی در اون زمان ما نداشتیم که آمده باشن غلام یحیی سیاوشان اونا جهت داده باشن، انگیزه داده باشن اونا را. چرا این وظیفه ریاست امنیت و بخش استخباراتی بود، همچه گزارش برای ما اینا در اون زمانی که من اونجا حکمت داشتم و ماموریت داشتم، برای ما اینا هیچ سندی را در قسمت ارائه کرده نتوانستن. حالا متاسفانه یک فرهنگ در افغانستان پیدا شده، هر گونه بی ارزگی که از جانب مدیریت رهبری چه به موقفهای کلان دولت و چه از ادارات دولت پیدا، دفتن ما طرف خارجا دست میندازیم، میگیم فلان جا را خارجایی کرد فلان. اما متوجه خلاها چگونگی مدیریت های ناسالم خود نیستیم. شما در همون زمان متوجه همین خلای مدیریتی خودتان شدین در هرات؟ در کجا؟ در هرات. چرا؟ ما بازی هم برای شما گفتیم که در این قسمت دارانشای دایا که مرکزی متاسفانه کوتاهی کرد، غلام یحیی را باعث به کوراندنش چیز مرکزی شد، نمیداری ولایت هرات که ما به مدیریتی خود حالا در اینجا مطرح بسازیم. اونا بر ما، چون ما مجبور هستیم که اکثر دساتر ما شاید بعضی مسائل دولت مرکزی را برای مصلحت کلان ولایت هرات در بسا موارد اغماز کرده باشم. مثلا در چه موارد اینا چندین مرتبه برای ما مکتوب روان کرد. حالا زمان زیادی زیادی از آن مسائل میگذره. چی مسائل شما دقیقاً در ارتباط به حکومت مرکزی اغماز کردین در هرات؟ میشه که به عنوان یک مسئله تاریخی ایره بیان بکنین؟ چرا؟ همین مسائلی که شما پیشتر گفتین اونا رو اغماز کردین. حالا میشه افشا بکنین؟ در قسمت جابجایی های کادرا در این قسمت شاید یک سلسله مسائل رو نادیده گرفته باشیم. یک سلسله مسائل دی فرضاً در رابطه با قضیه گمرکات هرات، ما آمدیم پیشنهاد کردیم جناب آقای کرزی زمانی که در اونجا آمد در تالار ولایت پیشنهاد کردیم یک فیصدی عواید گمرکات هرات برای بازسازی هرات شما باید تخصیص بدین. مرسوم هم است، در دیگر دنیا هم مرسوم است. ولایات و ایالات هایی که در کشورهای غربی اگر مطرح کنیم، یا ولایاتی که در بعضی کشورهای دیگه مسمى است اگر مطرح کنیم، بسیار واضح است که قسمت عواید اونجا اختصاص به خصوص میشه با سازی اونجا. ولی ما امیر آمدیم مطرح کردیم، متاسفانه خود ایراتی های ما در اون مجلس کرزی صاحب صدا کرد گفت او مردم ایرات در غور، او برادرای شما به این ترتیب زندگی میکنه، شما به این ترتیب، آیا شما لازم میدانی که ما می تخصیص برای شما بدیم؟ گفت نه. شبیه از این مطالبای دیگری که ما میتونستیم از این مسائل کلانتری رو مثلا چه کسایی بودن گفتن نه؟ بسیار کلانای هرات نشسته بود در اونجا، با وجودی که قبلا من همراه زونای قضیه را کرده نکرده بودم که جناب رئیس دولت که من باید این تو پیشنهاد دارم شما باید در اونجا حمایت کنین، چون ما موقف ماموریت دولتی رو پیشنهاد میکنه و شما از گذر حمایت مردمی تان یه حق مسلمی تان است که قسمت بودجه هرات باید عوایدش به بازسازی خود هرات تخصیص یک 5% 2% 10% در هر حد دیره که جانب حکمت و جانب کرزی صاحب مصلحت نه. ولی متاسفانه خودشان یک صدا گفت نه. این مسائل ای شبیه از ده هم موارد های دیگری بوده، اما در قضیه غلام یحیی سیاوشان جانب خود دولت مرکزی، حکومت مرکزی متاسفانه چی داره کوتاهی داره. بعد واسطه میره خطبه است وقتی زمانی که در کورت شاید به سلسله طالبا کاری خودم آهنگ کرده باشه، شاید در بعضی با استخبارات خودم آهنگ کرده باشه، شاید مسائل های دیگری که بعدا بزرگ شده حتی در همون زمان با سر و صدای در قسمتی بود که ایتالویان به بریزو ارتباطات خود با گوریگا. شما سند داشتین در ارتباط؟ مدرک جدید. چه سر و صداهایی وجود داشت در زمینه؟ تفسیرهایی که شما میبینید که در یک مورد ده ها تفسیر میاد. شما در زمینه تحقیق کردین؟ بله، و من شخصا خودم مدرک را پیدا کرده نتونستم که مستند میگفتن که بعد ما با ایتالویا صحبت میکردیم که چرا شما با اینا چنین نیستید. یعنی تحقیق کردین اما به نتیجه ای نرسیدین. بله، و یا در رابطه با قضیه یک قماندان دیگری بود که بعد دستگیر شد آمد کابل. قماندان دستگیر؟ در بادغیس که بود؟ نه، خود داخل هرات بود، چند وقت بندی شد در اینجا با توسط لودین صاحب اینا پادرمیانی صورت گرفت آزاد شد. مصطفی؟ نه، مصطفی را خود اسماعیل خان آمد آزاد کرد، چندین مرتبه تضمینی شکرد که وانه یک آدم بسیار معلوم بود که کی بود مصطفی. بعضی در ارتباط به مسائل هرات با شما ادامه میدیم و پایانی ترین پرسش های خود هم از شما در این زمینه مطرح میکنم. مشخصا بگین که
اسماعیل خان و کسای دیگه‌ای که شما گفتین به خاطر بدنام ساختن حکومت و زعامت شما در اونجا کار می‌کردن، از شما چه می‌خواستن؟ چرا باید چنین بکنن؟ در این قسمت البته با کدام توقع و تقاضای ظاهری از ما نداشتن، نکردن. اما شاید به این مفکره بودن که باید یک هماهنگی و همسویی که چوکات قبلی اداره ولایت هرات در اختیارشان بود باید ابی به شکل خود باید حفظ باشه. ولی من شخصا خودم اونجا کاری نکردم که درست است من یک سر تعدیلات را آوردم و نخواستم که به اصطلاح برخورد عقدمندانه در رابطه با حاکمیت دوستانی که تحت عنوان جمعیت بود داشته باشم. مناسبات ما با پرسنلی که در اونجا قبلا بود، گماشه های اسماعیل خان بود در اونجا دوستانه و صمیمانه بود، عناصر مفید و عناصر شایسته اینا حضور خود تا آخرین روزی رو که من در اونجا داشتم. فرضاً میرصاحب آجی میر که به صفت معاون ولایت چندین مرتبه از طرف دولت مرکزی و حکومت مرکزی تصمیم گرفته شد که باید برترش، ولی من مدافعش شدم چون یک انسان با شخصیت بود، یک انسان کارکنه بود، یک انسان خدمتگزار بود در اونجا. شبیه از ده ها انسان دیگری، چهره های دیگری، آقای مدبر دیگری، بعضی چهره های دیگری ما تا آخر از این دفاع کردیم و این پیش ما مطرح نبود که چنین چرا چنین میکردن. ولی متاسفانه در پالیسی کلان، در پالیسی شما حتی در اونجا شما ببینین یک گداب تبلیغ کردن، حتی یک روز یک چند تا ژورنالیست آمریکایی آمد دباغ پیش ما به مصاحبه که ما رفتیم امرای طرفدارای اسماعیل خان مصاحبه کردیم، اونا گفتن که اینا با از ایرانیا با پول گرفتن زمینا را برای از این مردم هزارا و شیعه در اینجا فروخته را ایستن و شد. ما گفتم اگر این واقعیت داره خود چرا نمیانه میره مستند سازی نمیکنن که ایرانی آمده باشه پول در اختیار ما گذاشته باشه، ما زمین ها رو خریده باشه برای مردم توزیع کرده باشه. بعد از روزی که ما در اونجا آمدیم ایرانی ها چی کاری را آمده به خاطر بزرگ نمایی ما در ولایت هرات انجام دادن؟ چه هم کاری را کردن برای ما؟ یعنی باید گویا اگر به اساس دیدشی بودن اگر محاسبه بکنیم یک شیعه اینجا آمده والی شده، ایرانی ها باید در روی فرصت همکاری های خدماتی خود باید بیشتر میساخت، ولی هیچ کاری نکردن ایرانی ها در اونجا. شما ببینید تا این حد اینا برنامه ریزی داشتن که افکار امریکایی ها را متوجه این قضیه بسازه که بله انوری گویا با ایرانی ها ارتباط داره. ما مسئله ملی خود، ما هویت ملی خود فدای هیچ کشور خارجی نمی کنیم، چه ایران باشه از دید مذهبی و اسلامی و چه یک غربی باشه، هر کسی که بوده باشه، ما فرهنگ ملی افغانستان مطابق با استقلالیت و آزادی و هویت، ما کسانی که در رای استقلال یک کشور، در رای آزادی کشور خود و مردم خود مبارزه کرده، برای زو بسیار ننگ است که او در سلسله استخبارات کشورهای خارجی خود مرتبط بدانه و با اونا همکاری در این زمینه داشته باشه. برای در پالیسی کلاری که امروز جامعه جهانی آمده در رابطه با کشور ما همکاری بکنه، همکاری های همیشه ما با دیدی قدر می‌گیریم، چه او کشورهای اسلامی باشه چه غیر اسلامی بوده باشه. اما در اونجا توطئه های زیادی در این زمینه خلق کردن به استثناء اسماعیل خان که شما این مسئله نسبت دادین به زونا. دیگه در این توطئه ها چه کسانی سهیم بودن، چه کسانی این توطئه ها را خلق میکردن؟ والا با کسی دیگر در اونجا واضح تر برتان بگیم کسی دیگر نقش مالی خدا داد در این راستا چه بود؟ من اصلا در فرصت از اونا هیچ چیزی در قسمت ندید. بله بسیار عالی. در مجموع دو پرسش نهایی را از شما مطرح میکنم. اول ای که شما خود نسبت به دیگه والی هایی که در هرات وجود داشته، بعد از شما آقای نورستانی، پیش از شما آقای خیرخواه و امیر اسماعیل خان و همچنان در حال حاضر آقای سبا، شما خود در نسبت و مقایسه با اونا چگونه میبینید؟ موفق تر بودید؟ بله من شخصا خود بله در اون زمان در با همه چالش هایی در همه حوزه ها، چه در حوزه های اجتماعی مشخصا مقایسه کنید، چه در حوزه های اجتماعی، شاید در رابطه ایره که ما با مردم هرات داشتیم هیچ یک از والیان نتانسته باشه عیار بسازه. گذشته اسماعیل خان نمیه، اسماعیل خان خود از یک موقف پوزیشن نظامی آمد در اونجا حاکم بود، تحت عنوان یک امارت و ادعای حکمت داشت در اونجا، پوزیشن اون رو میگذاره سر جایش با پولهای انگفت و سرشاری که از بنادر در اختیارش قرار میگرفت. ولی با دو والی بعدی که بعد از ما آمده، من شخصا خود هم جهت اجتماعی و هم جهت به کار انداختن نیروها و هم پروژه های انکشافی که در اون زمان با همه مشکلات هایی که ما بودیم، من فکر میکنم اگر ارزیابی شد که چقدر تلاش مشخص ما در فرزن شما ببینید، من برای انکشاف و توسعه و سرعت کاری بند سلما او تو مایی نبود که دو مرتبه ما در سلما سر نمیزدم، اما طوری که حالا ما پرسان میگون جامعه شما و والی صاحبا بیشتر اوقاتشان در داخل
حصارهایی که برای خود ساختن در اونجا هستن. خب پایانی ترین پرسش و مردم هم کمتر علاقه میگه که در داخل ادارات اونجا چاپ او کنترل ها و این ضبط های امنیتی که اونا خلق کردن مردم حتی علاقه نمیگیرن که داخل ولایت برن. من. من مشخصا پرسشم این بود که مقایسه بکنین در موارد مشخص ما در ببینید در قسمت امنیت ما ترجیح میتم زمان خدا در قسمت پروژه انکشافی تا جایی که ما امکانات بودجه تعریف شده ای که از طرف حکومت مرکزی و در تطبیقش که ما هیچ فرصت بودجه یک ساله با سال دیگه باقی نمانده که مصرف نتانسته باشیم و در رابطه با مناسبات اجتماعی هم به مترتیب و در عرصه های گوناگونی ما تانستیم که در اونجا کارهای مثبت را انجام بدیم. حالا ما الان نمیگیم که این دو سال ما موفق هستن، ما در حقشان دعا میکنیم. در اون گوشه چی اگر افغان در جلال آباد کار کنه، چی در قندار کار کنه، چی در بادغیس کار کنه، بدخشان کار کنه، هر کدامشان پیروزیشان پیروزی ماست. ولی اگر حالا سوالی را که شما کردید، طبیعیه که ما در اون زمان با اون شرایط، با اون امکانات ما خود مسئول موفقیت ها میدانیم، نیم حرکت منفی. بله جناب آقای انوری، آخرین پرسش، شما تجربه خوبی از هرات دارین، چند سال متواتر والی هرات بودین و در زمینه ناکامی ها و کامیابی های زیادی را تجربه کردین. اگر دوباره والی هرات شوین در هرات چه کار میکنین؟ ما در رابطه اولی که زمینه وجود نداره واضح ترش، چرا با دیگر نمیخوایم کار دولتی داشته باشم؟ حکومتی منظور شماست؟ کار حکومتی چون در دولت هستین؟ در دولت هستیم، کار حکومتی نداشته باشیم. به دلیلی که در حکومت موجوده چه انسان کار شایسته و خدماتی صادقانه انجام بده چه نته یکسان است برش در محاسبه جانب دولت. حالا ما خیلی جاها خیلی شخصیت ها رسورا داریم که واقعا خدمات اونا قابل تقدیر است، ولی اونا تقدیر نمیشه. به هر حساب اگر حکومت تغییر بکنه در حکومت ایدئال شما به میان بیای و والی شوین چه میکنین؟ چون از تجربیات شما میخوایم دیگران بیاموزن. ما ولایت هرات، مردم پویا و بالنده و شریف هرات واقعا بنده بسیار سعیمیسه که من همیشه در خدمتشان بوده باشم، اما به معنای اینی که من حتما برم اونجا مامور دولت یا یک پوزیشن دولتی برشان داشته باشم، ولی دیگه تصمیم ندارم کار حکومتی داشته باشم. اصلا نمیخواین در هرات بمانین؟ در هیچ جای کشور کار حکومتی نمیخواین داشته باشم. نمیتونیم از این برداشت بکنیم که شما خاطره های خوشی از هرات ندارین که نمیخواین در هرات. چرا؟ من پیشتر یاد کردم گفتم که من در قسمتی که علاقمندی جدی خود اینه بدون تعارف اخلاق من بسیار و بین دوستان تعریف شده است که اخلاق بسیار سری دارم. من بسیار عشق وافری در رابطه با مردم شریف هرات دارم، بسیار دوست داشتنی هستن از جهات مختلف. ما نمیخوایم والی از اونها باشین دیگه. من میخوایم رابطه صمیمانه میالم، ارتباطات الحمدلله با اکثر دوستان در اونجا برقرار است، تلفن های داریم یا اونها کابل میان ما در خدمتشان گاگای قرار میگیریم، با پرسانشان میریم یا اونها لطف میکنن در اینجا. البته رابطه بسیار صمیمانه و دوستانه وجود داره و در آینده هم استحکام پیدا خواهد کرد، اما تحت عنوان پوزیشن کاری حکومتی نیست. چی توصیه برای والی فعلی هرات و والی های آینده هرات دارین؟ ما خواهشیم و تقاضاییم از فرد فرد کسانی که در آینده ها چه حالا فعلا حضور دارن چه فردا میان ایست که واقعا مطابق به شایستگی هایی که اون ملت داره و اون مردم داره و اون جامعه خوبی ما داره باید با اونا رفتار داشته باشن و در خدمتشان بوده باشه و صادقانه کار بکنن، مخصوصا در قسمت اتحاد و اتفاق با مردم کارهای اساسی و بنیادی را انجام. با اظهار احترام به تمام دیدگاه های شما این بحث به پایان میرسانید جناب قنوری، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما پذیرفتید. تشکر از شما هم محبت کردید، لطف کردید، خوش آمدید که یک بار دیگر باز هم صدای ما را از طریق خودتان و مردم نجیب و شریف در خدمت شماست ولایت هرات میرسانید. بی‌نهایت سپاسگزارم از اینکه تا اکنون با برنامه مهمان سیاسی بودید. تا مهمان سیاسی دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپارم. الله یارتان.